برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پس از شهرهای قم، کاشان و کهک، ساکنان مناطق محروم و نیازمندان شهرهای تهران و اصفهان نیز از کمک‌های معیشتی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا بهره‌مند شدند. در این اقدام ده ها بسته معیشتی به مناسبت ماه مبارک رمضان 1444 به دست این خانواده ها رسید. فعالیت خیریه مذکور هر ساله در عمل به توصیه ها و راهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان صورت می گیرد. وبسایت بیزنس اینسایدر با انتشار گزارشی درباره جنگ جهانی سوم احتمالی از اماکن و مناطقی که احتمالاً این جنگ جهانی از آن آغاز خواهد شد پرده برداشت. این رسانه اروپایی در ادامه نوشت این پنج منطقه با بیشترین ریسک برای فوران اختلافاتی که ممکن است به جنگ جهانی سوم ختم شوند مواجه هستند که عبارتند از اوکراین، تایوان، یونان، ترکیه، شبه جزیره کره، چین، هند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد بر اساس انفجار مین برجای مانده از تروریست های داعش در حومه جنوبی دیرالزور 6 غیر نظامی کشته شدند. اسفند گذشته نیز انفجار مین در شهر دیرالزور 3 کشته و 7 زخمی برجای گذاشته بود. داعش و دیگر تروریست ها سال 2017 پس از 4 سال عملیات تروریستی گسترده در سوریه و عراق و اشغال بخش‌های عمده از این دو کشور متلاشی شدند و شکست خوردند، اما با این وجود هنوز هسته‌ها و بقایای آنها در عراق و سوریه دست به عملیات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی می‌زنند. حبیب غزنوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به شیوع بیماری مالاریا در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران هشدار داد. او گفته که از ابتدای سال جاری 47 بیمار مبتلا به مالاریا در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این مقام بهداشت و درمان استان سیستان و بلوچستان میگوید که شهرستان سراوان، وسیب و وسوران به علت هممرزی با کشور پاکستان و همچنین ترددهای غیرقانونی بیشترین موارد ابتلا را در بین شهرهای استان داشته است. فولکر تروک دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به تنش‌های جاری در کشور سودان هشدار داد و ابراز نگرانی کرد. او در ادامه از همه طرف‌های درگیر در این کشور درخواست کرد تا برای بازگرداندن قدرت به غیر نظامیان تلاش کنند. گفتنی است تاریخ تعیین شده برای امضای توافقنامه جهت بازگرداندن قدرت به غیر نظامیان یک بار دیگر به تعویق افتاد و همچنان نظامیان در سودان جولان می‌دهند. منابع محلی و رسانه‌ای در تایوان اعلام کردند بازسازی یک نسخه قرآن کریم 500 ساله در کتابخانه ملی تایوان آغاز شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد این قرآن بین قرن‌های 15 و 16 قرن میلادی نوشته شده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، عملیات بازسازی این قرآن تاریخی حدود 8 ماه به طول خواهد انجامید. نمایشگاه آثار هنری سرکار خانم سو ویکسون، هنرمند نیوزلندی که 6 سال است گیاهان و میوه‌های ذکر شده در قرآن کریم را نقاشی می‌کند، در لندن برپا شده است. وی نقاشی‌های هنری خود را با همکاری شاهینا غزنفر، گیاه‌شناس پاکستانی تبار،
پس از سالها تحقیق و بررسی میکروسکوپی روی 25 گیاه و میوه ذکر شده در قرآن کریم تکمیل کرد. گیاهان صحرایی، زیتون، سیر، انار و خرما از جمله این گیاهان و میوه ها بوده است. این طرح مشترک ویکسون و غضنفر در نهایت منجر به برگزاری نمایشگاهی از 25 نقاشی به نام گیاهشناسی قرآن شد که به نمایش درآمد. گلالی ماموزی افغانی الاصل برای اولین بار به عنوان یک زن مسلمان خارجی به عنوان عضو شورای استانی شهر بن آلمان انتخاب شد. ماموزی که دارای مدرک تحصیلی اقتصاد است در 9 سالگی به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت کرد. او از سال 2014 انجمنی را برای دفاع از حقوق پناهندگان تأسیس کرده بود که به گفته برخی از پناهجویان افغانستانی مشکلات مختلف آنها و سایر پناهندگان را حل کرده است. گلالی ماموزی گفته که برنامه‌ای دارد تا از طریق انجمن خود به دختران بی بضاعت افغانستان آموزش آنلاین بدهد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین روز یکشنبه 20 فروردین از سازمان بهداشت جهانی خواسته است تا در مورد پیگیری منشأ ویروس کووید 19 موضع منصفانه و غیر سیاسی داشته باشد. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین به سازمان بهداشت جهانی نسبت به سیاسی کردن موضوع منشأ ویروس کووید 19 که اولین بار در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد، هشدار داده است. پیش از این مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته بود که چین باید 3 سال پیش اطلاعاتی را در مورد منشأ کووید 19 برای حمایت از تحقیقات علمی در مورد این موضوع به اشتراک می‌گذاشت و اکنون نیز باید شفافتر عمل کند.